سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز، به مهمترین رویدادهای خبری این روز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در نخست سرخط اخبار، برگزاری نمایش موتر سایتگانی میان دختران در رای کندی. هدف اصلی برگزاری برنامه ای بود که ما با مبارزه با عرف فنانات نویسند جامعه بکنیم و خانم‌ها هم میتونه که در تمام بخش های اینا استعداد و لیاقت داشته باشد و سهم بگیره و مشارکت بکنه. وزارت معارف صنف های اول تا سوم مکتب را به مساجد منتقل میکند. تعیین معاونان زن برای 8 ولایت کشور و موج دوم کرونا، مرگ 10 نفر و شناسایی 260 مریض جدید کووید 19 در یک شبانه روز گذشته در کشور. مشروعی اخبار، آمریت جندر ولایت دایکندی میگوید که به مناسبت کارزار 16 روزی محو خشونت علیه زنان یک نمایش موتر سایکل رانی میان دختران این ولایت برگزار شده است. این نمایش موتر سایکل رانی روز شنبه 15 قوس در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی برگزار شده و در آن 10 دختر موتر سایکل ران از بلسوالی های میرامور، شهرستان و نیلی اشتراک کرده بودند. مرضیه همدرد، عمر جندر ولایت دایکندی میگوید که نمایش از سوی اداره ولایت با همکاری مؤسسه آکسفام به حمایت از دختران موتر سایکل ران برگزار شده است. با گفته او، زنان حق دارند که به فضای بهتر، بازتر و مسئولتر دسترسی داشته باشند و در همه امورات سهم شوند. از سوی دیگر، دختران موتر سایکل ران دایکندی ضمن استقبال از این برنامه خواستار برگزاری مسابقات موتر سایکل رانی در این ولایت شدند. آنان همچنان از خانواده ها خواستند که به دختران خود اجازه یادگیری موتر سایکل را بدهند. ولایت مرکزی دایکندی یکی از ولایت های محروم کشور به حساب می آید که در 19 سال گذشته کمتر مورد توجه حکومت مرکزی قرار گرفته است. با این حال، ولایت دایکندی در زمینه مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جزء ولایت های پیشتاز کشور به شمار می رود. هدف اصلی برگزاری برنامه ای بود که ما با مبارزه با عرف فنانات نویسند جامعه بکنیم و خانم‌ها هم میتونه که در تمام بخش های اینا استعداد و لیاقت داشته باشد و سهم بگیره و مشارکت بکنه. به او خاطر که اون امروز هم اکثرشان از ولسوالی ها بودن که اینا با موترایشان آمدن و استعدادشان رو بروز دادن و ما خواهیم پک دختارایات بگره، کلوشون از ما حمایت شنه میشه. این دفعه میخواییم مسابقه برگزار شده. مرا همی کاکه های ما و باب پدر من های مردم حرفای بیرد زیاد مگفت دیگه. پا همی یکی از پدر و مادرها همی یکی دخترای خرازات منو بزرد با کلی از بفرهنگی و از بسواتی مو مردم افغانستان هم ما به خیلی افتخار میدونم دختر کمی موتروانی را یاد گرفتن. وزارت معارف کشور اعلام کرد که مساجد را در اکوسیستم آموزشی یا چرخه آموزشی شامل کرده است که بر اساس آن تمام دانش آموزان از صنف های اول تا سوم را در مسجد های محل سکونتشان فرا می گیرند. در خبرنامه این وزارت آمده است که در 3 سال نخست آموزش و پرورش، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در دانش آموزان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای دانش آموزان برجسته خواهد کرد. وزارت معارف همچنان گفته است که این وزارت ساختارش را تغییر داده تا اسلام جایگاه محوری را در سیستم آموزش و پرورش داشته باشد. با گفته این وزارت، این یک تغییر مهم و بزرگ است که یک برنامه عاقلانه و تطبیق تدریجی و گام به گام را ایجاد می کند. این وزارت توضیح داده است که آموزش های عمومی، دارالحفاظ و مدرسه ها را تحت ریاست عمومی آموزش های عمومی، تعلیمات عمومی مدغم کرده است. طبق خبرنامه، اکنون ریاست آموزش های عمومی، تعلیمات عمومی و ریاست مدرسه ها و دارالحفاظ زیر چتر ریاست عمومی آموزش های اسلامی، تعلیمات اسلامی در آمده که در قبال تمام سیستم خدمات آموزشی از صنف اول الی دوازدهم مسئولیت و صلاحیت خواهد داشت.
اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که 8 زن بر اساس پیشنهاد این اداره و حکم رئیس جمهور به حیث معاونان اجتماعی 8 ولایت تعیین شد. این اداره با نشر خبرنامه روزی یکشنبه 16 قوس اعلام کرده است که بیاتی سلیمی به حیث معاون اجتماعی ولایت کاپیسا، برشنا شیرزای به حیث معاون اجتماعی ولایت کنر، حوسی اندر به حیث معاون اجتماعی ولایت غزنی، برشنا صافی به حیث معاون اجتماعی ولایت لغمان، مریم رحمانی به حیث معاون اجتماعی ولایت زابل، زاهده فیضان به حیث معاون اجتماعی ولایت نورستان، روح گل خیرزاد به حیث معاون اجتماعی ولایت نمروز، زرغون شیرزاد به حیث معاون اجتماعی ولایت بادغیس مقرر شدند. گفتنی است که پیش از این در ماه سرطان سال روان کابینه فیصله کرده بود برای هر ولایت یک معاون والی از زن تعیین شود. در آن زمان صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت امور زنان در نظر گرفته شده و قرار است اداره یا مستقل ارگانهای محلی بس های تازه ای را برای آن ایجاد کند. همچنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی در دوران مسئولیت خود در این نهاد وعده کرده بود که برای هر والی یک معاون زن تعیین خواهد شد، اما این وعده به جز در موارد محدودی عملی نشده است. و خبر اخیر این که وزارت صحت عامه کشور میگوید که در 24 ساعت گذشته 1495 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 260 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. این تعداد مورد مثبت کرونا در ولایت های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، تخار، بغلان، دایکندی، لوگر، میدان وردک، لغمان، خوست و نورستان به ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 47,901 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 10 مورد مرگ ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است. 5 نفر در خوست، 3 نفر در کابل و یک نفر دیگر در ولایت‌های ننگرهار و تخار به دلیل ابتلا به کووید 19 جان باختند. شمار مجموعه فوت‌های ناشی از مریضی کووید 19 در افغانستان تا امروز به 1875 نفر افزایش یافته است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 297 مریض کووید 19 در کشور بهبود یافتند. 228 نفر در تخار، 61 نفر در دایکندی، 5 نفر در کابل و 3 نفر دیگر در قندهار پس از ابتلا به کووید 19 بهبود یافتند. با این ترتیب شمار بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور به 37,782 نفر افزایش یافته است. تشکر و سپاس. این بود سرویس خبری امروز. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.